کشتی که همکنون شما از آن مشاهده می‌فرمایید در وزن 96 کیلو علیرضا حیدری از جمهوری اسلامی ایران با دوبنده قرمز در مقابل تیمورات تگیوف از قزاقستان با دوبنده آبی که در ابتدای کار تیمورات تگیوف یه جیرگیری میکنه و میرسه به پای علیرضا حیدری. حالا علیرضا حیدری روی پاش لیله میکنه و از کار نمیده، اما این کشتی گیر فنی و با تکنیک مچ پا میکنه تا اینکه نتونه. علیرضا حیدری سعی میکنه رو کنه، حالا اینجا اگر خاک نشه، خب اینجا خاک میکنه حریف خودشو. آفرین به علیرضا حیدری روی جیرگیری تکنیکی تیمورات تگیوف موفق شد. حالا یک امتیاز بگیر، یه براندازم اجرا میکنه، چه برانداز زیبایی، حتی تخت پشت او رو به طور تقیی به تشک چسبوند و موفق شد دو امتیاز هم بگیره. اما ضربات تقیی محسوب نمیشه، یه سر و گردن سر هست از حریف خودش. تیمورات تگیوف در جام‌های معتبر جهان موفق شده مدال‌های با ارزش بگیره. حالا اومده از تیم قزاقستان در بازی‌های آسیایی دوحه قطر مبارزه می‌کنه و علیرضا حیدری دلاور کشورمون با 6 مدال طلا، نقره و برنز جهان در مقابل تیمورات تگیوف که کشتی بسیار سخت و دشواری هست برای حیدری 3 امتیاز پیش از حاله. یه قوس می‌کنه حریف رو، تادلو رو به هم می‌زنه. اگر این کشتی رو ببره به اعتقاد من 80% کار کسب مدال طلا رو هموار می‌کنه و حالا یه برخورد جزئی هم پیش میاد در موقع کار کردن دستا و داور به تیمورات تگیوف تذکر میده که ضربه نزنه و دو کشتیگیر با هم دست میدن. یک دقیقه و 8 ثانیه از وقت کشتی و حالا یک دقیقه و 15 ثانیه از وقت کشتی سپری شده که یک بار دیگه علیرضا حیدری اینجا بله با سر ضربه میزنه، یه ضربه زد. خب علیرضا حیدری باید بیاد نزد داور برای ببینید سر زد که قسمت چشمش کاملا کبود شد. یه لحظه مشاهده کردید و تیمورات تگیوف سعی میکنه که عصبی کنه حیدری رو. حیدری هم کشتیگیری نیست که به این راحتی ها عصبی بشه، میدان های زیادی دیده. او در بازی های آسیایی 98 در تایلند طلا گرفت، در 2002 بوسان هم طلا گرفت، حالا اومده تا سومین مدال طلای خودش از بازی های آسیایی سید کنه. تیمورات تگیوف قدرت بدنی بالایی داره، اما تا این لحظه اسیر تکنیکای ناب علیرضا حیدری شده و 3 بر 1 عقب هست. یک بار دیگه حریف قوس میکنه حیدری و قدرت بدنی خودش رو به رخ حریف میکشه، سرگردن رو در اختیار گرفته تا اون رو مهار کنه و همچنان حریف رو در اختیار داره. داور سرپا میده کشتی رو و اینجا یک ثانیه از وقت باقی مونده که یک ثانیه هم اینجا بله یک ثانیه هم به محض اینکه داور سود بزنه تموم میشه و میرن از مربیان خودشون و آقای منصور بزگر صحبت میکنه با علیرضا حیدری و اون میگه که چگونه مبارزه کنه علیرضا حیدری دلاور کشورمون. تیمورات تگیوف یه مقدار سر زد و یه مقدار خشنتر کشتی گرفت. حرکت ها از طرف هم میبینیم اینجا جایی که مچ پاش در اختیار بود چگونه استادانه رو کرد علیرضا حیدری. کشتی بلد هست، همه جای کشتی میگیره، کم نمیاره تو بخش کشتی. اینجا یه بار انداز زیبا ببینید چگونه تخت پشت شد به تو شک چسبون. حتی میتونستن ضربه فنی رو بگیرن، این راه داشت برای گرفتن ضربه فنی، اما به طور کلی در کشتی ضربات تقی محسوب نمیشه و بسی مکس داشته باشه ضربه. خب آقای مسئول بازیگر میگه که مواظب به مچ و پاهات باش. ما خوشبختانه صدای آقای مربیان رو هم در گوشی داریم و راهنمایی که میکنن بله جالبه که تماشاگرانی که کشتیگیران عراق رو تشویق میکردن حالا میبینن که علیرضا حیدری رو مورد تشویق قرار میدن. خب علیرضا حیدری در وقت دوم اگر بتونه از صد این حریف عبور کنه یه مقدار کارش برای کسب مدال طلا. حالا بس زیرگیری اقدام میکنه، یه زیرگیری زیبا از علیرضا حیدری، از همونجا یه خیمه سنگین از تیمورات تگیوف. روسا همه پاشون قرص و محکم هست، پرپی قرص و محکمی دارن. اگر میگم روسا، این کشتیگیرم روس هست، از کشور روسیه در جام اوماخانوف، در جام علیوف، در جام یارگین و در مسابقات مختلف از تیم روسیه کشتی گرفته و حالا
اومده از تیم قزاق کشتی میگیره دیگه. کشور استقلال یافته شوروی سابق به این شکل کشتیگیرانشون رو به هم دیگه میدن و این سالهاست دارن این کارو انجام میدن. خب در نهایت علیرضا حیدری اومده تا اینکه تیمراز تگیوف روسی رو است که از کشور قزاقستان مبارزه میکنن زیرگیری از علیرضا حیدری، یه زیرگیری زیبا، یه زیر سر رو و نشون میده که او با تکنیک های زیرگیری که هنر کشتی ایرانی است آشنایی کامل داره. آفرین بر علیرضا حیدری. کشتی سخت و دشوار است، باور کن که این کشتی به منزله فینال است به اعتقاد من. حالا میره برای فکر پیچ، فکر پیچ های ناب و بکری رو به اجرا میذاره، اما تیمورا تگیوف اجازه کار رو نمیده به حیدری. اگر فکر پیچ رو زده بود دیگه کارش راحت بود. حالا آقای مرزگر بو میگه که حرفت کاملا بله. آقای بعضی هم میگه اختار باید به دو بنده آبی بدن و یک امتیاز فنی به دو بنده قرمز، چرا که ضربه زد. بله خب حالا داور ببینیم که با آرنج محکم ضربه زد. اگر حرکت آهسته رو کارگردان برای در اینجا بینی علیرضا حیدری دوچار خونریزی میشه و صورتش و ببینید با ضربه چگونه زد تو چشم علیرضا حیدری، کاملا چشمش کبود شده. اینجا باید اختار بدم، تذکر نداره، حتی میتونن دیسکالیفه کنن این کشتیگیر رو. اما نمیدونم چرا داوران اینقدر توی حرکت های غیر جوان مردانه و غیر ورزشی به این شکل عمل میکنه. حالا برای زیرگیری اقدام میکنه از مچ پا تیمورا تگیوف، اما علیرضا حیدری اجازه کار به اون نمیده. همچنان حیدری در وسط تشک میدونداری میکنه استوار و حالا برای زیرگیری اقدام میکنه یک بار دیگه تیمورا تگیوف و سعی میکنه که با زیرگیری خودش نتیجه بگیره. کمتر از 7 ثانیه از وقت باقی مونده. تماشاگران از کنار تشک رو تشویق میکنن و تماشاگران چمارش معکوس میشورن. وقت به اتمام میرسه، وقت به اتمام میرسه و یه پیروزی با ارزش برای علیرضا حیدری. بله وقت به اتمام میرسه، یه پیروزی دلچسب و فوق العاده برای علیرضا حیدری و برای تیم کشتی کشورمون. اما این کشتیگیر ضربات زیادی رو زد و حیدری رو بهش تهمت میکنه و به اون میگه که باید مردانه کشتی بگیری. چند بار عمدی ضربه زد، یک بار با آرنج اصلا ضربه زد. در نهایت وقت دوم رو هم علیرضا حیدری موفق میشه از سد تیمراز تگیوف از کشور قزاقستان عبور کنه. علیرضا حیدری میاد نزد مربی برای حرکت ها است. زیرگیری سر زیبای علیرضا حیدری رو با هم میبینیم که چگونه عمل میکنه و موفق میشه با این زیرگیری یک بار دیگه هم نشون میده تلویزیون قطر و حق هم داره که نشون میده، چرا که هنرمندانه به پا رسید و از اون بهتر او رو خاک کرد. حسن نباشید میگیم علیرضا حیدری و تبریک میگیم سومین پیروزی رو.